اگر یک معادله به من بدن غیر استاندارد، یعنی توش ایکس ایگرگ داشته باشه و بگم معادله چیه، چه شکلی من اینو برم بفهمم که معادله چیه؟ خب راه اول، معادله رو استاندارد کنیم. چه شکلی؟ اول میریم زاویه دوران مناسب توی دوران محور مختصات به دست میاریم. از چه رابطه تانژانت دو تا میشه بی برای آی من های سی؟ تتا رو به دست میاریم، تو معادلات کمک جایگذاری میکنیم، ایکس و ایگرگ که از معادله کمک میاد و میذاریم تو معادله اصلی، یا عالم ضرب و تقسیم و توان و اینا ساده سازی میکنیم، معادله استاندارد رو به دست میاریم. قطعا توی امتحانات تشریحی که مدرسه بهتون میدن را این راهو باید استفاده کنیم. دوباره این فیلمی که میخوام با همدیگه نگاه کنیم و یاد بگیریم نکته هاشو اینه که من بدون اینکه معادله رو استاندارد کنم میتونم تشخیص بدم اون معادله که به من داده معادله چیه. خوب به این فیلم دقت کنین، نکته هاشو یاد بگیرین، خیلی به دردتون میخوره. اگر یک معادله ای قبل از دوران محورهای مختصات، یعنی معادله غیر استانداردش این باشه، دلتاش هم باشه بیدو منهای، یعنی من بیدو منهای 400ش بزنم دلتا، با استفاده از جدولی که میخوام بهتون بگم ما میتونیم به راحتی بفهمیم که اون معادله چیه. اگر دلتا رو شما حساب بکنید مثبت بشه، مقطعی که شما دارین یا حزلولیه یا مجانباش که دو خط متقاطع است. اگر دلتا مثبت بشه که بعد حفظش کنیم. حالا بعد کجا تشخیص میدیم که کدومی که از ایناست؟ از مرکز کمک میگیرم. شما وقتی معادله یک مقطع رو دارید به راحتی میتونید از راه مشتق یا با نسبت به x مساوی با 0 یا با نسبت به y مساوی با 0 مرکز رو به دست بیارید. بعد مرکز رو میذارید تو معادله. اگر صدق کنه، یعنی مرکز روی اون شکل قرار داره، به من میگن مرکز روی مجانبا قرار داره یا روی حزلولی، روی مجانبا. پس اگه مختصات مرکز توی معادلت صدق کرد، مختصات اون معادله که شما داری مختصات معادله مجانباست، یعنی دو خط متقاطع، اگر صدق نکرد معادله حزلولیه. در حالی که دلتا صفر میشه معادله که شما دارین یا سهمیه یا دو خط موازیه یا یه خط راست یا تو، یعنی یکی از ایناست. اگه دلتا صفر شد یکی از اون معادله که بده معادله یکی از ایناست. چه شکلی بفهمیم کدومشه؟ سخت نیست، این یه دونه استثنا از همشون راحت تره. شما کافی اون معادله که بدنن مرتبشون کنین به صورت مربع کامل بنویسیشون، خودت میفهمی چی میشه. تو حل سوالا اینو خیلی خوب یاد میدم بهتون، لازم نیست حفظش کنین. تو حل سوالا به راحتی خودت تشخیص میدین حالتی که دلتا صفره، به راحتی میفهمیم که کدوم یکی از ایناست. ولی زمانی که دلتا منفی باشه، یا دایره است یا بیزی یا نقطه یا توی، قطعا معادله که ایکس ایگرگ داشته باشه دایره نیست. پس بیشتر سوال ما سراغ این سه تا میره. از کجا بفهمم که بیزی، نقطه یا توی؟ دوباره از مرکز کمک میگیرم. چه شکلی؟ میری مختصات مرکز از راه مشتق به دست میری، تو معادله جایگذاری میکنی. شما میدونی اگه یه نقطه توی دایره باشه، توی یه شکلی باشه، اف اون نقطه منفیه، یعنی وقتی که میذاری داخلش حاصل منفی میشه. اگه یه نقطه روی یه شکلی باشه، افشو که حساب کنی، یعنی نقطه رو بذاری داخلش حاصل صفر میشه، و اگه خارج اون باشه افش مثبت میشه. حالا اینو چرا گفتم؟ ما میدونیم مرکز داخل بیزیه، پس اگه مختصات مرکز رو گذاشتی تو اون معادله حاصلش منفی شد، مختصات بیزی به دست میاد. ما میدونیم نقطه مرکزش رو خودشه، پس اگر حاصل نقطه رو گذاشتیم داخل معادله حاصل صفر شد، یعنی معادله که به داده معادله یه دونه نقطه بوده یا بیانگر مختصات یه نقطه بوده، و اگر مثبت شد توهیه. پس اینم اینجا نمیشیم که اگر حاصل مثبت شد توهی، اگر صفر شد نقطه، و اگر منفی شد بیزی. این جدول قشنگ استاپ کنین، نگاه کنین، یاد بگیرینش، تو حل مثالا میخوام ازش استفاده کنیم. بریم سراغ مثال اول. مقطع مخروطی 2x2 به علاوه رادیکال 6xy به علاوه y2 مساوی با 0 بیانگر چه شکلی است؟ دایره، بیزی، سهمی، حزلولی. دلتا رو اول تشکیل میدیم، قبلش A, B, C, A, 2, B, رادیکال 3, C, 1. میدونیم A ضریب X2، B ضریب XY, C ضریب Y2. دلتا از به دو منهای 4 و 3، حاصلش که حساب کنم میشه منفی 5. دلتا منفی شد. در حالتی که دلتا منفی میشه حفظ بودیم، یا بیزی یا دایره یا نقطه یا توهی. گزینه ها رو نگاه میکنیم. تو گزینه ها بیزی و دایره هست ولی نقطه و توهی نیست. فقط چون معادله من XY داره، گفتیم دایره هیچ وقت x y نداره، پس دایره هم نمیتونه باشه، پس قطعا جواب هم میشه گزینه 2، یعنی اون معادله که به من داده معادله یه دونه بیزیه. به همین راحتی بریم سراغ تست بعدی. مقطع مخروطی x2 منهای x y به علاوه y2 منهای x به علاوه y منهای 1 مساوی 0 بیانگر چه شکلی است؟ دایره، بیزی، نقطه، توهی. دوباره یک معادله داده، گفته چه شکلیه، سریع دلتاشو تشخیص میدیم. قبلش a b و c، a 1 b منفی 1 c هم 1. دلتا رو تشکیل میدیم، حاصلش برابر میشه با منفی 3، یعنی دلتات منفی شد. دیگه عملیات جبری سریع حساب میکنیم. وقتی که دلتات منفی بشه، یا بیزی یا دایره یا نقطه یا توی، همیشه به گزینه‌ها نگاه میکنیم. وقتی گزینه‌ها رو نگاه میکنم، میگم ای داده بیداد، هر چارتی که من به دست آوردم تو گزینه‌ها هست، پس بعد بررسی کنم.
میگم چون که ایکس ایگرگ داره معادله من قطعا دایره نیست، پس دایره از اونها حذف شد. برای اینکه تشخیص بدم کدوم یکی از اینا، گفتم از مرکز کمک بگیریم. میریم مختصات مرکز از راه مشتق به دست میاریم. یه بار از ایکس ها مشتق بگیرم، مشتق این از ایکس بگیرم میشه 2x، این میشه من های ایگرگ، اینم که این که ایکس نداره، ایکس نداره، ایکس نداره، اینم مشتق از ایکس بگیرم میشه من های یک، پس میشه ایکس دو من های ایکس، من های یک مساوی با صفر. قطعا مشتق دیگه توی دیفرانسیل خوندی بلدی. یه بار از کل ایگرگ ها مشتق میگیرم، خب این که ایگرگ نداره هیچی، این از ایگرگش مشتق بگیرم یک، در این ضرب بشه من های ایکس، این میشه دو ایگرگ، اینم میشه یک. این دستگاه رو که حل کنم ریشه هاش میشه یک سوم و منفی یک سوم، یعنی مرکز من هست مختصاتش یک سوم و من های یک سوم. مرکز تو خود معادله جایگذاری میکنی، یعنی جای ایکس و ایگرگ جایگذاری میکنی، حاصلش رو به دست میاریم. حاصلش عددی منفی شد، یعنی مرکز توی شکله. بین این سه تا کدوم مرکزشون داخلشون قرار داره؟ بیزی نقطه روی خودش قرار داره، تویی هم که اصلا مرکز خارج بشه امکان نداره. پس قطعا معادله که ما داریم معادله یه دونه بیزیه. یه تست دیگه حل میکنیم. مقطع مخروطی 4x2 به علاوه 2y2 منهای 4xy منهای 6y به علاوه 11 مساوی با 0 بیانگر چه شکلی است؟ توهی، بیزی، سهمی، حضوری. دوباره یک معادله به من داده، گفته کدوم گزینه است. سریع اولین گام آب و بیوسی رو تشخیص میدم، دلتا رو تشکیل میدم. آ4 b منهای 4 c2 دلتا به دو منهای 4 3، سریع حساب میکنیم، حاصل مجددا مثل دو سوال قبلی منفی شد. پس یا بیزی یا دایره یا نقطه یا توهی. به گزینه ها نگاه میکنم، میبینم توهی و بیزی تو گزینه ها هست، پس بعد چک کنم که یا توهی یا بیزی. قدم گفتیم دایره که نیست چون ایکس ایگرگ داره. برای اینکه تشخیص بدیم کدومه، میریم مرکز از راه مشتق به دست میریم. از ایکس ها مشتق میگیرم، این که 8x میشه، این منهای 4x میشه، دیگه ندارم، مساوی با 0. از ایگرگ ها مشتق میگیرم، میشه 4ایگرگ منهای 4x منهای 6 مساوی با 0. اینو که حل کنم x میشه 3 دوم، ایگرگ میشه 3، یعنی مختصات مرکز من 3 دوم و 3. تو خود معادله جایگذاری میکنم، جای هرچی x 3 دوم و جای هرچی ایگرگ من چند قرار میدم؟ 3. حاصلش میشه 2. حاصل عددی مثبت شد، مختصات مرکز رو تو معادله گذاشتم، حاصل عددی مثبت شد. اگه حاصل عددی منفی میشد یعنی نقطه توی شکل قرار داره، یعنی مرکز توی شکل قرار داره، بیزی میشد. اگر حاصل صفر میشد یعنی مرکز روی شکل قرار داره، نقطه میشد. و اگر مثبت بشه یعنی نه نقطه است نه بیزی، پس قطعا معادله که ما داریم چی میشه؟ توهی. پس اون معادله یک معادله توهیه، یعنی هیچ ایکس و ایگرگ وجود نداره که تو اون معادله بخواد صدق کنه. تست بعدی، مقطع مخروطی 2x2 به علاوه xy منهای y2 به علاوه x به علاوه y مساوی با 0 بیانگر چه شکلی است؟ نقطه، دو خط موازی، دو خط متقاطع، حضوری. گام اول A, B, C و بعد تشکیل دلتا. A, 2, B, 1, C, منهای 1، دلتا به 2 منهای 4 و 3، تشکیلش که بدیم حاصل برابر 9 میشه. برخلاف سه سوال قبلی این سری دلتا من مثبت شد. وقتی که دلتا مثبت میشد بعد حفظ میکردیم که اون شکل من یا معادله حضلولیه یا مجرمش، یعنی دو خط متقاطع. گزینه‌ها که نگاه میکنیم، اگر یکی از اینا تو گزینه‌ها بود که جواب میذاریم، ولی الان هم حضلولی تو گزینه‌ها هست هم دو خط متقاطع. برای تشخیص میایم مرکز رو به دست میاریم، از راه مشتق مرکز رو به دست میارم. مشتق بگیرم 4x به علاوه y به علاوه 1 مساوی با 0. از y ها مشتق بگیرم، این که y نداره، این از yش مشتق بگیرم میشه 1x من های 2y به علاوه 1 مساوی با 0. دستگاه رو که حل کنم x منفی 1 سوم، y 1 سوم، پس این میشه مرکز من. مختصات مرکز رو تو معادله قرار میدم، یعنی جای x ها من های 1 سوم و جای y ها 1 سوم میذارم. حاصلش که حساب کنم صفر میشه، حاصل این عبارت صفر میشه. بچه ها مرکز رو گذاشتم تو معادله صدق کرد چون صفر شد. به من میگه ببینم مرکز روی حضلولی قرار داشت یا روی مجانباش. پاسخت درسته، روی مجانباش. وقتی هم که اینجا مرکز تو معادله صدق میکنه یعنی معادله چی بوده؟ معادله مجانباش بوده. مجانبا یعنی چی؟ یعنی دو خط متقاطع. پس این معادله که ما دارم معادله دو خط متقاطع بوده که تو هم ضرب شده به اون فرم نوشته شده. پس پاسخ این سوال میشه دو خط متقاطع. تست بعدی، مقطع مخروطی x2 منهای xy منهای 3y2 منهای 3x منهای 5y مساوی 1 بیانگر چه شکلی است؟ یک نقطه، دو دو خط موازی، سه دو خط متقاطع، چهار حضلولی. خب همانند سوال قبلی A, B, C رو به دست میاریم و دلتا رو تشکیل میدیم. A ضریب x2 1، B ضریب xy منفی 1 و C ضریب y2 منفی 3. دلتا بود به دو منهای 4 و 3، حاصلش که حساب کنم 13. این سوال قبلی دلتا مثبت شد.
وقتی دلتا مثبت بود حفظ کرده بودیم که این معادله من یا معادله حضلولیه یا دو خط متقاطع. به گزینه های نگاهی میندازم، اگه دو گزینه ها فقط حضلولی بود جوابه، یا اگه فقط دو خط متقاطع بود جوابه، ولی اگه جفتش بود که الان تو این سال متاسفانه هر جفتش هست، بعد بررسی کنیم که کدومشه. این سوال قبلی، مرکز رو به دست میریم از رای مشتق. چه شکلی؟ از ایکس ها مشتق میگیرم، دو ایکس من های ایگرگ من های سه مساوی صفر. از ایگرگ ها مشتق میگیرم، من های ایکس من های چار ایگرگ من های پنج مساوی با صفر. مرکز رو به دست میرم، یک و یک. این شد مرکز من، یک و منفی یک، ببخشید مرکز میشه یک و منفی یک. مرکز تو معادله جایگذاری میکنیم، یعنی جای ایکس های یک جای ایگرگ ها من های یک. فقط دقت کن این یک هم باید بدیم برای همه، باید یه طرف باشن. اینه که جایگذاری میکنم، حاصل عدد یک به دست میاد، حاصل عدد یک به دست میاد، یعنی مختصات مرکز تو معادلم صدق نکرد. مختصات مرکز تو معادلم صدق نکرد. وقتی صدق نکنه چه اتفاقی میفته؟ یعنی اینکه مرکز من روی اون شکل قرار نداره، مرکز روی دو خط متقاطع که مجانباست قرار داره و روی حضلولی قرار نداره. پس اون معادله که داری معادله یه دونه حضلولیه. بریم سراغ تست بعدی. مقطع مخروطی 2x2 به علاوه 3y2 من های 2 رادیکال 6xy من های 3 رادیکال 2x به علاوه 3 رادیکال 3y به علاوه 2 مساوی 0 بیانگر چه شکلی است؟ توهی، یک خط راست، دو خط موازی و سهمی. خب دوباره این سوال قبلی، یا معادله داده توش xy داره، پس معادله یک معادله غیر استاندارده. استاندارد بود که سریع میفهمیدم معادله چیه، چون بلد بودم معادلات استاندارد، قیافه معادلات استاندارد بیزی، دایره سهمی و حضلولی رو بلدم. خب معادله خطا رو بلدم. این اول باید چیکار کنم؟ برم دلتاشو تشکیل بدم ببینم با توجه به اون جدول کدوم یکی از این گزینه‌ها جواب میشه. اول آ ضریب x2، ب ضریب xy و سی ضریب y2 رو حساب میکنم. دلتا رو که تشکیل بدم این سری حاصلش صفر میشه. وقتی که دلتا صفر شد گفتم یا سهمیه یا دو خط موازی یا یه خط راست یا تویی. خب تو گزینه هر چهار تاش هست. گفتم وقتی دلتا صفر میشه نگران نباش، از دو تا دیگه راحت تره. اون دو تا دیگه رو گفتیم مشتق به دست می آوردیم. دو تا دیگه منظورم چیه؟ اونایی که دلتا مثبت و دلتا منفی بود مشتق میره، یه بار از ایکس یه بار از ایگرگ مساوی صفر قرار میدیم، دستگاه رو حل میکنیم، مرکز به دست میاد، تو معادله جایگذاری میکنیم. اینجا معادله رو اول مرتب مینویسیش. مرتب منظورم چیه؟ اول ایکس 2 رو مینویسی، بعد ایکس ایگرگ رو مینویسی، بعد ایگرگ 2 رو مینویسی توی یه پرانتز، بعد ایکس رو مینویسی، بعد ایگرگ رو مینویسی توی یه پرانتز، عددات هم بیرون پرانتز. پس ببین اول x2 بعد xy بعد y2، اینجا هم اول x بعد y توی پرانتز، عدد هم بیرون. دقت کن اینجا 3 تا، اینجا 2 تا، اینجا هم عدد بیرون پرانتز. قطعا این اتحاد میشه 100%، 100% اتحاده. یعنی زمانی که دلتا صفر بشه شما x2 رو اول بنویسی، xy رو دوم بنویسی، y رو سوم بنویسی توی پرانتز، اتحاده. این دوتا هم که از هر چی میتونی فاکتور میگیری، عدد هم بیرون. اتحادش هم که میخوای بنویسی زیاد سخت نیست. جذر اولی، علامت دومی، جذر سومی. جذر این میشه رادیکال 2x، علامت این میشه منفی، جذر اینم رادیکال 3y، کلا به توان 2 این میشه یه اتحاد. اینم از هر چی میتونی فاکتور بگیری، از یه دونه من های 3 فاکتور بگیرم میشه رادیکال 2x من های رادیکال 3y به علاوه 2 مساوی با 0. بچه‌ها دقت کنیم، وقتی که این کارو میکنی این دو تا پرانتز یا یکی میشن، تی میگیری حل میکنی معادله رو، یا یکی نمیشن. الان این دو تا یکی شدن. هر وقت یکی شد اینا رو برابر یه تی بگیر، به جاشون تی بذار، اشکال نداره که میشه تی دو من های سه تی به علاوه دو مساوی سه. اینا که حل کنم، چون مجموع ضرایب صفر یکی از ریشه ها یکه، یکیشون سی آم یعنی دو. حالا جای تی همون رادیکال دو ایکس من های رادیکال سه گرگ رو قرار بده، میشه رادیکال دو ایکس من های رادیکال سه گرگ مساوی با یک، رادیکال دو ایکس من های رادیکال سه گرگ مساوی با دو. من هیچی نمیگم، تو به من بگو اینا معادلات چی هن؟ این معادله یه دونه خطه، اینم یه خط دیگه، ax به علاوه by مساوی c هم دیگه. معادله دو تا خطی که خطات هم موازی هن. پس شد معادله دو خط موازی. به راحتی فهمیدم اون معادله دو خط موازی. یکی دیگه، مقطع مخروطی x2 من های 4xy به علاوه 4y2 به علاوه 4x من های 8y به علاوه 4 مساوی 0 بیانگر چه شکلی است؟ توهی، یک خط راست، دو خط موازی، سهمی. بدون فکر سری a b c رو پیدا میکنم و دلتا رو تشکیل میدم. آ یک بی من های 4 سی 4. دلتا رو که تشکیل بدیم به دو من های 4 حاصل، که حاصلش صفره. دلتا که صفر باشه یا سهمی یا دو خط موازی یا یه خط راست یا تویی، که هر چهار تا توی گزینه ها هست. هر وقت که هر چهار تا، اگه یکیش تو گزینه ها بود که به عنوان جواب در نظر میگیریم، ولی مثل وقت مثل این سوال هر چهار تاش که تو گزینه ها بود، تو حالتی که دلتا صفر بود گفتم معادلات مرتب بنویس.
یه پرانتز باز میکنی، اول x و بعد x y بعد y رو مینویسی، توی پرانتز x و y رو مینویسی، بیرونشون 4 رو مینویسی. قطعا این اتحاد، اتحادش هم از x منهای 2 y جذر اولی، علامت دومی، جذر سومی. اینا از یه دونه 4 اش فاکتور میگیرید. دقت کنین از عدد فاکتور گرفته نمیشه، فقط از این 4ه، 4 پرانتز. دو پرانتز به دست میاد، یا یکی میشن یا یکی نمیشن. تو اینجا یکی شدن، x منهای 2 y رو برابر با t میگیری، جایگذاری میکنی، t 2 به علاوه 4 t به علاوه 4 مساوی با 0. این اتحادش که بنویسم اتحاد مربع اوله که میشه t به علاوه 2 به توان 2 مساوی با 0، اتحاد اوله. t به دست اومد منهای 2. حالا به جای t x منهای 2 y بذار. من از تو سوال میکنم، این معادله چی شد؟ یه خط راست. یعنی اون معادله رو اگه ساده سادهش کنی به معادله یه خط راست میرسی. چقدر اون سواله که دلتا صفر راحته. یکی دیگه حل میکنم. مقطع مخروطی x2 منهای 2 رادیکال 3 xy منهای 16 رادیکال 3 x منهای 16 y به علاوه 3 y2 مساوی با 0 بیانگر چه شکلی است؟ توهی، یک خط راست، دو خط موازی، سهمی. سریع بدون اینکه فکری بخوام بکنم، دیگه انقدر اینا رو حل کردم، برام ساده است. a1 b ضریب x y منهای 2 رادیکال 3 و c ضریب y 2 3. دلتا رو تشکیل میدم به 2 منهای 4 a 3 که حاصل به دست میاد 0. دلتا 0 شد، مثل دو تا سوال قبلی. وقتی دلتا 0 شد یا سهمیه یا دو خط موازی یا خط راست یا توی تو گزینه ها نگاه میکنم هر 4 تاش هست، پس بعد مرتبش کنم. یه پرانتز باز میکنم، اول x2 بعد xy بعد y2 توش مینویسم. x و y رو کنار هم توی پرانتز، اگه عددی وجود داشت بیرون پرانتز. قطعا اتحاد این، اتحادش هم میشه جذر اولی، علامت دومی، جذر سومی که میشه x منهای رادیکال 3 y. این هم از هرچی میتونی فاکتور بگی، منهای 16 فاکتور میگه میشه رادیکال 3 x به علاوه y. گفتم یا دو تا پرانتزی که به دست میاد عبارات داخلش یکی میشن یا یکی نمیشن. الان عبارات داخل پرانتز یکی نشدن. اگر یکی میشد تی میگرفتی حل میکردی، آخر سر میبینی به چی میرسیدی. ولی وقتی مثل این عبارات داخل پرانتز ها یکی نشد، قطعا این معادله یه دونه سهمیه. اگر عبارت داخل پرانتز یکی نشد، قطعا معادله یه دونه سهمیه.